مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای محمدی. روز گذشته در بیش از 200 دانشگاه خارج از کشور دانشجویان در حمایت از دانشجویان معترض ایرانی تجمع کردند. این همبستگی واقعا بی‌نظیره. شما چطور تحلیلش میکنین؟ من حدود 2 دهه هست که در ایالات متحده در دانشگاه ها رفت و آمد دارم. هیچگاه چنین حرکتی رو در این سطح از گستردگی در محیط های دانشگاهی از هیچ ملتی من ندیدم. این همبستگی که امروز وجود داره، این رو در دانشگاه ها میان دانشجویان ایرانی به نظر من 2 سطح داره. یک سطحی سطح ملی است که دانشجویانی که راندخار حکومت نیستند، اینها با مردم ایران کاملا همبسته هستند، همون اهداف، همون شعارها رو دارن دنبال میکنن و اهداف و شعارهای اونها هم اهداف و شعارهایی است کاملا پیشرفته، کاملا انسانی، کاملا اخلاقی که در دنیای امروز همه میتونن این اهداف و این شعارها رو بفهمن. سطح دوم همبستگیش همبستگی فراملی است. در این گرد همایی های دانشجویی، دانشجویان از سراسر دنیا شرکت میکنن، وامیستن، گوش میدن، آشنا میشن. اینها باعث میشه که در یک جنبش دانشجویی همیشه یک جنبش اینترناسیونال بوده، یک جنبش فراملی بوده. اینها باعث میشه که در سطح فراملی هم نوعی همبستگی میان دانشجویانی که به حقوق بشر، به حقوق زنان وفادار هستن، این همبستگی به وجود بیاد. آقای محمدی، ما در حالی شاهد تجمعات دانشجویان در خارج از کشور بودیم که سرکوب در دانشگاه‌های داخل کماکان ادامه داره. مکانی که از ابتدای همون روزهای اول خیزش انقلابی بی‌وقفه اعتصابات و اعتراضات در اون ادامه داشته. آیا میتونیم بگیم الان که نظام در خاموش کردن صدای دانشجویان توفیقی نداشته؟ حتما اینطور هست. اگر به بولتنی که همین روزها منتشر شد، خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه این بولتن رو تهیه کرده، نگاه بکنید، تک تک مقامات رژیم از این سخن میگویند که میان نهادهای سرکوب، میان بیت، سپاه، روحانیت و نهادهای انتصابی ناهماهنگی وجود داره. دستگاه سرکوب، یگانهای ویژه، بسیج، اینها ناتوان هستند از اینکه این حرکت رو در سطوح مختلف، در خیابان، در محیط‌های دانشگاهی، در محیط، حتی در محیط‌های دانش آموزی نمیتوانند این حرکت‌ها رو کنترل کنند. نیروها کاملا به هم ریخته هستند و انفعالی دارن عمل میکنن. تنها در مدارس، در همین بولتن هست، تنها در مدارس ایران در حدود 1800 مدرسه حرکت‌های اعتراضی صورت گرفته. 2000 معلم بنا به این بولتن بازداشت شدند. اینا نشون میده که حکومت سطح دانشگاهاش رو هم در فیلم‌های مختلف همه دیدند. حکومت در باز ایستادن این جنبش در محیط‌های دانشجویی و در محیط‌های بیرون دانشگاه کاملا ناموفق بوده. بله، خیلی ممنونم از همراهی و توضیحات شما.